سلام علیکم دوستان و تماشاگران سمونه عبدجبار HD. دوستان و برادران عزیز، اگر که با شما چیپت های هواپیمایی لازم، مرحمت با واتساپ های من مراجعه کنید. من 24 ساعت در خدمت هر یکی شما هستم. مرحمت زنگ زنید، من زنگ شما را انتظارم. بله معقول نشد. من از تو بمبای اتمی انتظار بودم. هر روز با اکسکواتر می یگان مشکلی اقتصادی داری. بسیار خنده‌آور شوکت، تو حالا مرا در بین همه رنجاندی. برای همین این بنا رو چپا میکنم، بعد به تمام آدمان اینجا بوده به پول آب خنک میدهم. چخل این ملنگ تو در این محله حتی یک سنگ رو جنبانده نمیتوانی. بیهوده مانع ایجاد نکنید، همش قانونی است. ضد قانون عمل نکنید. رفیق پلیس، شما خطا فهمیدید. این برادران ما در اینجا تریبونه ساختند. تریبونه. ما از تریبونه تماشا میکنیم. ما چپه شدن بنا رو آن همین خیلی تماشا میکنیم. همین خیلی نه؟ بارا، تو چی کار میکنی؟ این چی ابلهی هست؟ با تو چی شدیسین؟ من اکنون صاحب کارم. آمدم که کارم رو کنم و او رو با جایش میشینونم. فهما؟ اسین، تمام، تو بهترش یک طرفیست. اگر او گبرو میفهمید، حالا کیها بازادم شده بود. اما شفقت نه، التیموس، این رو گیر. من با خوبی با او گب بزنم، تو بیرام. جان جان نکنید، ایشت نگیرم، 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 یک لحظه اینجا چیگه پس؟ بینا رو خراب میکنیم. نبایی؟ از پیش بینا دورستند وگرنه آنها رو برده زندانی میکنیم. این وظیفه همون. وظیفه تان. ادوکات حجت ها رو ده؟ بینا از آن ماست. پورا خریده گرفتیم. هرچی خواهم میکنم. یعنی نهایت کار به این درجه رسید. تمامی خانه هایم را برای خوب زیستن علی این محله با نرخ ارزان دادم. همه زود صاحب خانه شوند، محتاج نامرد نشوند. گفتم خواستم که همه چون برادران زندگی کنیم. تا دمی مرگمان اما بعضی ها نمیخواند که ما خوشبختانه برادر بر زندگی کنیم. باز شما قریب خیش و تباری من میشدید. صد حیف. ما اینجا با اتفاق و دوستی زندگی میکنیم. با من نگر، با همه ای پیوندانت بگو تمام این خانه ها را میتوانید که به خاک یکسان کنید، اما دوستی و برادری ما را به خاک یکسان کرده نمیتوانید. آفرین جناب جلدت، آفرین. التیموس، شما غمگین نشوید جناب جلدت، چون که اگر شما غمگین شوید تمام محل غمگین میشود. بعد ما همه رو هفتاده میشوید. غمگین نشوم خانوم. من نمیخوام که شما غمگین شوید. نمیخوام که حتی موی سرتون آزاری بیند. در دست من حجت تخریب بناها همش قانونی. زیدی قانون کاری نمی کنیم. قانون را احترام کنید. اجازت میدیم که بنا را ویران کنند. بگذار هرچی میخوان کنند. با همین دنیا با آخر نمیرسد که آنها میخوان که ما گریه کنیم. این بنا آخران بار نگاه کنید، چون که بعد اندک آن را دیگر نمیبینید. Thank you.
برادران یک دقیقه گوش کنید، اگر حاضر پراکنده شوید همراه این بینا، برادری، دوستی و محبت ما بین یکدیگر نیز خراب می شود. آنگاه این شغالان به ما اثبات میکنند که با پول همه کار را کرده میتوانند. حاضر کسی گریه کردن خواهد گریه کند، کسی گریختن خواهد گریزد، ولی من از بحری حیاتم گذشتم. از آن که این بینا را به این پلیدان سپارم مردانه بمیرم بهتر است. خانه دارم، ملک شخصی دارم، ویران نمیکنید. رسما خانه را به شما نفروختم، من فریب کرده نمیتوانم. اگر باور نکنید نگاه کنید، ادوکات شما کیست؟ منم. بینید اینها توسط مردم خانه ها را از آن خود کردن خواستند. لعنتی، ما به تو 200 هزار پیشکی دادیم، این را هم بگو آخر. ها این را گفته کار خوب کردی، شنیدی ها رفیق پلیس؟ من از این آدمان 200 هزار لیره گرفتم، هم از این آدمان پول گرفته، جناب جودت را فریب کردند. من به تو نشان میدهم، تو با من نگفتی که کودکم بیمار است، در بستر مرگ است. من اون پول را از تو بر زیاد میگیرم، خواتیر نشو. تو زحمت نکش، من خودم میدهم. این پول را به او ده. کاری ما غیر قانونی بوده است، بینا را خراب کرده نمیتوانیم. برگردید، میرویم. پولی هر اومد رو گیر و دفع شو از اینجا. من آید به حجت گذاری خانه طول کشید، هنوز خانه را با آنها نفروخته بودم، با فرزندم قسم خورده بودم، از این رو خانه را با آنها فروختنی بودم. اما شوکت تو آمدی، فهموندی، وجدانم ازاد داد. ای بچه، تو این پول را از کجا یافتی؟ این ماشین را از کجا یافتی؟ باز به خودت راننده شخصی گرفتی؟ ها او را میگویی، او را تو میشناسی، او را آوردم تا شما را آشتی کنم، حالا او را من میارم. چگه خیلی جوره؟ خوبم اکی شوکت. بیا بیا، ای بچه بیا، نترس، جنجال تمام شد، بیا. بسری او چی شده است؟ بیا بیا بیا. نفهمیدم اون دامینش باسکی؟ و یک شناسم است. وقتی که تو رفتی، بعد این به نظم آمد، به من 100 هزار لیره داد، از من التجا کرده، گفت که التماس آن دیوانه رو از من دور نگاه دار. ای شوکت، تو به این آدم چی کار کردی؟ نه برادر، نباید منو دیوانه گفته باشد. من به جای کاری این برادر رفته بودم، در باره تجارت به او یک دو مصلحت دادم، او باشد از مصلحتی من انگشتی حیرت گزید. همین خیلی برادر؟ بله درست. با من یکان خدمت هست؟ در اون طرف ماشینی من است، همان را خوش روی خک بشوی. با جان و دل. براو برادر. برو برو برو. اینجا بیا دادر جان، اکنون بگوی که از همه زور کیست؟ محله ما. آلی محله، مادامه که همه ما خوشحالیم، پس بیاید چای میخوریم، عزیز آبی من البته. آه، چای میخوریم. ها بینا رو نجات دادنده نجات دادیم، لیکن پلوی که در کیسه داریم همش دست جمعه درف. ای جمعه از دهان، جمعه از دهان. من پولی آن سنگ ها را از تو میگیرم. آسین برادر، به من یک گوب ده.
چی شون ها؟ جمع شما رو فریب کرد و اکنون سنگایش رو گرفته به سرتون میزنید. همین خیال شو چوکات. ما فریب خوردیم. از سنگا یگان نفع ندیدیم. خیر. آخر شما سنگکلایید. شما رو فریب کردن آسان است. به هر گفی به اساس باور میکنید. شوکت ببین. این رو به من سنگی ولخانه گفته فروخت. ولی این سنگی سوی بود است. انا دیدی؟ بادرین کجای تو در میکن؟ سنگ رو به کجایت مالیدن میخواستی؟ تو گمارو داشتی ها؟ تو چی؟ نیکا جان تو هم پول دادی؟ البته که نه. من اهل کرامات و ساختکاران را از هم فرق کردن میتوانم خدا را شکر. بیا باز که تمام جا نوبت استودگی بدی. تو هم سنگ خریدی؟ بله خریدم بینی. اما پول ندادم. برن گفتم که بعد میدیم. آه خدا را شکر. خیر میلش. من رفته جمعه رو یک فوتبال کنم. استاد ما هم میاید. این را به دهانش میزنم. حاضر حاضر. جمعه. آها بفرماید جناب شمکت. آوازه سنگهای مرا شما هم شنیدید؟ انا اکنون تو مرد جمعه. مگر من به تو نگفته بودم که کسی را فریب نکن. پولهایی که از مردم گرفتی برگردان. چگونه فریب؟ چگونه هیلا؟ باز همه رو خزانده اینجا آوردی. آخر اینجا مرکز تجاری است. در اینجا سنگهای شیفامش رو با نرخ ارزان به مردم رنجور میفروشیم. من برای خلق و وطن خدمت میکنم. میبینم که شما خیلی عصبی مینمایید. شبکت به شما من سنگ فریزر رو تفشه میکنم. این خیلی شیفامش است. اگر این سنگ رو شما با خود گیرید بخوابید و تمام دردهایتان دوام میبخشد. فقط معلوم نیست که در چند مدت پر شفا مییابید. سنگ؟ سنگ میگویی؟ این رو به من ده. جمعه ای قلاب رو چیگه بزن؟ یک لحظه بیده. یک لحظه جنابان جنابان یک لحظه بیده بیده اینجا رو به من ده. جمعه تو چگونه این سون هستی؟ نشونین من گفتم که ما در خدمت خلق و وطنیم. التماس به مال من ضرر نرسونید. این بر زیان کاری من. اگر خواستگاری رویم همه رو رسوا میکنیم. آفری براو. به دختران خود را شوکت معرفی میکنی. براو شوکت. اسباب های مردم رو درست تعمیر نمیکنی. براو براو آفرین. تو قلاب یکم کاری حلال نمی کنی. کاری حلال کاری حلال هستیست. تمام کارو هستی من حلال است. این سنگ های طبیعی شفا بخشن و من درست به کار میبرم. میبخشن. ای بچه انسان باید حلال زندگی کند. اگر تو حلال رو انکار کنی پس بیرو در جنگل زندگی کن. من به این هم میروم. من در بین شما برای آدمانی از علم و تمدن بیخبر زیستن نمیتوانم. من به آغوش طبیعت میروم. خودی حاضر دویده به کوه سارا میروم. التماس راه را بشاید. پدرت نعل از جمعه ایستا میگویم. ساخته کار بهار خانم بهار کیستون جو مشهورترین انسانی روی عالم با استعدادترین آدم. ترسیدی ها؟ من از چشما ندیز کردم. تو چخلی انسان هستی ها؟ من چنده ماه باز از پسی تو میگردم ولی تو مرا نشیناختی. گمان کرده که خیرسم ها؟ در همینجا انتظار شه. از جایت نجوم. نمیجومم از سلیمم بهار. استا یک بار دیگر او رو میترسانم. حاضر بیایدن این خیل میکنم. بهار تو چی کار میکنی؟ نگریز خیرسه ها را نکش. کم حیوان ها را دوست دار بهار. نگریز گفتن نگریز که تو اقل بر برای سراخ میکنن. کم خیرسه ها را دوست دار. حیوان ها را دوست دار. اصل بیار. دعوت را گیر که تو را میکشم. گب نزن. تو مرا بد میبینی ولی خیرسه را نکو. خیرسه را دوست دار. خر من خرله خیرس. نیکو، رئیس بابا، اینجا بیا. بسیار زیبا، بهتری. بسیار زیبا هستین. بسیار زیباست خانم هستین. این رو شما کشیدین؟ بله، تشکری زیاد. چرا چون مرکب داد بزنه؟ این گویو مصوره است از ارجنگ مونی. آفرین خانم رسام، دستانت درد نکند. شوکت. مرغ بربر خسته نباش. شفقت، من نمیدونستم که تو اینقدر به مصوره ها شفق داری. این مصوره نیست، این چیزی دیگر است. پس این چیست؟ چون که رسم اون چیزی که میبینی نیست، بلکه چیزیست که اون را دیده حس میکنی. درست.
میگوی شفقت؟ چی رو؟ یک کلمه هم بسند است. برای این رسم نام میجویم که یک کلمه باشد. آنچه که در دل داری با یک کلمه گفته میتوانی؟ گفته میتوانم، اما ژاپنی. ژاپنی؟ شیبومی. یعنی تو گفتی که یک کلمه، بسری من تنها همین کلمه آمد. بسیار خوش صدا میدهد. معنایش چی است؟ اصلا دو معنا دارد. یکم، ویژگی هر چیزی که در پس آن پنهان است. دویم، آنی که در تلاش جاه و منصب نیست. یعنی هر دو این کلمه گویا که ما را افاده میکند. پسندم آمد. تشکر زیاد. اما این مصوره در اینجا نیستد. من شرم دارم. بهترش که به خانه بر. خوب، وقتی رفتن من میبرم. استعدادی خوب داری. تشکر زیاد. وای رخ صورت رو بکن. کنم را ویران و ولنگار کردن کم بقدر را زنید ولی لباس رسول ندارانی گفتن او این او تیریزه ها را شکستن همه را رسفان کردن اگر نگوریزم خودی مرا هم پارا پارا و پچق میکنم نگوریز خر خونایان چینگه مستن ای مرادر التیماز مرا سرده سرده میگویم مرا نکش بهار یک تلاریز تو را هم میپرانم جمعه چینگه مستن با آدمی با دیلت نسوزد با خیر دیلت سوزد آهن تو چیکار میکنی؟ به حرمت خدا من سرده چیکار میکنی؟ سرده من رو ایتی من سرده در تقدیرم چونین مرگ بوده است آخرین روزی من چونین بوده است از نسی تو مردم از جایت خیز این آتش به تیر است تو رو میکشم پشمک بازی به تو نشان نده تو رو میکشم خیزی لعنتی من اومدم. بسیار خوب، ما اکنون میبرویم. خوب، خواتیر نشوید، من اینجا رو محکم میکنم. خوب عزیزم، تو بگوه، براری کار. روزی خوش. احسین، در همین جمعون و خیر، در حقیقت بردن میخواهی؟ بله، بردن میخواهم. نمیبینی تمام رهگذران نگاه میکنند. بهترش من این رو به خونه میبرم. بیا تو چرا بیو در همین جو هم شیطانی کار دوام نمیکند امروز روزی است که باید خوشی کنیم بله بسیار خوب میشود شفقت من میروم دکانت رو محکم نمیکنی در دکان کارم زیاد است حساب و کتاب کردن لازم به فکرم دیر میبرایم فهمو من با دوگانه هایم به یک جا میرویم تا باز دید فهمو دیر نکن وقتی بیای بچه رو هم نگاه کن مایلش این را نیروی فلسفه میگوید پارتو وای برادران چنان بازی میکنید که گویا رزقتان از این باشد اکنون نوبتی تو رسمشون رو کشید است در پیش دکانش میموند رکلامه میکند سیور کمی آروم شو از روح گردی تو سری من چرخ میزند بشین من شیشته نمیتوانم طاقت کرده نمیتوانم باید یکم فکر کنم فهمیدی؟ اینقدر وایما نکن او صنعتکار است شوکت باشد آینده شو هرش البته رسمشون رو میکشد هم بگذار گمان کنند که غلبه کردند ولی امروز پگو هم دارد
تاب دارم، بسیار خستم. بعد گناه هایم برای چی وعده دادم؟ گیزیم؟ نه، هنوز نبرامدم. یک چی گویم؟ وای، من بسیار خستم. باز ما رو خوب زیر کرد. خودم رو کمی بی‌حال حس میکنم. با یکانجا میرویم گفتیم، اما با دیگر روز مونیم. عیب میشده باشد. نه نه، آمدنت شرط نیست. من حالا خوب میکنم. دمگیرم همش میگذرد. تو بسنم میگویا؟ فهمو عزیزم. تمام میبوسم. خیر، بای بای. من میدونم که باید چی کار کنم. این کار رو همین خیل نمیمونم. او میبیند، با او نشان میدهد. ای سیور، با کجا میروی؟ تو چی کار داری؟ در همین جاست. من فکرم او در درون است. چی؟ ایسی شوکت دو ایسی شوکت ایسی شوکت دو چی بخیه شد؟ ایسی در درون است. خدا را شکر که شوکت آمد. ماما زود با سوختار خاموش کنون زنگ زنید و هیچ جان دارمید. یکان کس بیاری تجیل زنگ زند. زنگ زند. این کار رو تو کردی؟ تو خط کن اسین، آمدم. اسین اینجایا، اینجایا. مادر، من همه درویم. بهار ایست، بهار ایست، بهار، بهار. مادر، من همه درویم. ایست را بهار. انا آمدم، بیر بهار، زود رفته. آب بیار، آب بیار بهار. انا همینجا، گذار، آهسته. شد، تمام، تمام ایست اینجان، تمام. یا
کاری تعجیلی میآید. خدا رو هزاران بار شکر. بیایید بیایید. تمام همش گذشت. ای خدا خیریت که کسی آسیب نبرداشت. شوکت یوگورت یا جرخو داری پسرم؟ مادر یوگورت رو چیکار میکنید؟ چلپک میپزید؟ ها چلپک میپزم میخوری؟ تو زود رفته از خونه یوگورت بیار، برای شوششون فایده دارد، تازه میکند. نه با من یوگورت در کار نیست، من خوبم. اصلا دکترها چیزی در کار بود کردن. نه اگر یوگورت باشد زود بیار، دلم خواست. اوه انا دیدی آخر دلش میخواهد، من این رو میدونستم. دلکش میکشد. خودی حاضر میارم. میرم میرم. بله بله، باز یک سختا را زنده و سالم پشت سر کردم. گوش کنید، شاید این از غضب خداوند است شوکت، و تو همه گویم باید فوراً تدبیر اندیشید. همه انا این دیوارها را به طور فوری باید که همراه یوگورت نغز میگذارد. رفته از 9 کیلومتر طبقه های فیض رو بیار، بسیار بامزه است. به بهار زنگ میزنم بیارم؟ نه به بهار زنگ نزن، زنگ نزن. تمام، تو خودت رو بود طبقه های فیض رو خودت گرفته بیا. میخواهی که طبقه رو با دستان خودم بیارم؟ ها میارم. نیکو رو فیض رو از خوابش بیدار کن، طبقه های بامزه دارد. خلاصه رو دفع شو از اینجا. خب من دفع میشوم، با شرطی که شما باید سوختار نکنید. رو دفع شو از اینجا. نیکو من و تو از اینجا می رویم، جوانان رو آرام می گذاریم. دنیا جای آرام نیست ماما، راحت با اینها حرام است. بگوشم. رفتیم راهگرد، راهگرد. رفتیم راهگرد گفتم. شرمنده ای، بگذار آنها تنها بمانند. این چندو بار است دایم سختار ماما، اکنون باید این برایشان درس شود. آنها قریب مرده بودند، حاضر وقتی درس و عبرت نیست راهگرد. یک دقیقه ای سه، من باید آنها فهمانم. اینقدر بسیار گپ نزنی راهگرد. نه گزیم جان، آمدن شرط نیست. حالی من خوب است، ما به دکتر خونه رفتیم، همش خوب است. اسین من خودی حاضر به نزد تو میایم، فهمو؟ به خدا که آمدن شرط نیست. شوکت در همینجا در پهلویم، پگاهو میخوریم خوب؟ خیلی باشد خوب، خداوند نگهبانت بود. پگاوو میخوریم خوب؟ خوب عزیزم. ما کمی آب خور. تشکری زیاد. اگر تو نمی اومدی چی میشد؟ حتی فکر کردن نمی خواهم. فکر هم نکن، همهش گذشت، مهمش به تو چیزی نشد. حالا این رو به پدرم نمیگویم خوب؟ نصف شب بسیار خواتر میشود. مالش مالش. خوب تو هر گوی خوی خودت میگویی. خیریت که پدرم رو به تو امانت گذاشت. امروز بهتر درک کردم، کار خوبی کرده است. به فکر من هم آدمی که مرا میدوند، البته دخترش رو بهتر میدوند. این گپ چی منو دارد؟ مگر من شلم؟ مگر من ابلهم؟ با خدا که من هیچ چیز نمیگویم. دو بار کوشش کردی، دفعه سوم خونه رو سوزاندی. یعنی کاری که در بیداریت نتوانستی، در خوابت کردی. مردم شبانه خواب میروند، تو باشی شبانه همه رو علاب میزنی. آفرین، فلاکتی بیدار خواب. مگر منم فلاکتی بیدار خواب؟ اصلا تو هر روز یک مشکلی یک پرابلم رو ایجاد میکنی. حاضر گپ در این باره نمی رود، گپ در باره سوختار می رود. کارمندان سوختار خاموشگونی آمدند، این خانه رو دیدند یکم گپ نیست، آشخانه رو دیدند یکم گپ نیست، پس در آمده دیدند که شم غلطیده است. انا از روی شم سوختار به وقوع پیوسته است. بله درست، من شم رو در گراندم، اما خاموش کردم و بیرون رفتنی بودم، اما از فکرم گشتم، خواستم که بخوابم، شم رو خاموش کردم. دریو دورم احتمال. خلاصه تو دو دیله شدی، شم رو پوف کنم نکنم، خاموش کنم خاموش نکنم. انا میخیل شم افتید، سختار سر زد و همه جا رسوا شد. این همه احتمال است، مرا با احتمال ها گناهگار نکن، من دوست نمیدارم. همین خیل، این خیل باشد بخشیش. عذر میپرسم، به فکرم که ملغانی من اینجا را آتش دادن. آنها بسیار هم رشگینند، اما کچ یک نفر است، آنها باشد یک گله، او را رشک میکنند. انا برای همین آمده علاو زدند. تو مرا برای سرزنش کردن از سختار نجات دادی ها؟ به خدا که خودم را آتش میزنم. تمام تمام، این خیل گپوی بد را دیگر نگو. ما حالا بسیار چیزها را از سر میگذرانیم، مرا پرتافته نمیروی. حالا من تو را زیاد عذاب میدیم. عشق با چونین عذابهای شیرین است، هر چیز در تقدیر باشد میبینیم.
بگیر دستگاهت را بده پولم را. مرا گوش کن جمعه، با کافیه گم نزنو مرا عصبی نکن. چی کار کردی؟ تعمیر کردی؟ البته کردم، سوپر شد، سوپر. بدن اون درا، گذر. خواهیم تانه کن، ادلیتر را درست کن، ادلیتر را، ها ها درست کن، گذر، 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 آفرین، آفرین. اکنون ببین که نتیجه کاری من چقدر عالی است، به من پول زیادتی نده. دیدی خیلی خوب کار میکنن، هم کار میکنن و هم کار میکنند. به خدا که تو رو لرزاند و به خدا آمدی ما موجود نیرون در آمد و کله بیعقلت پر از عقل شد. آفرین به خدا. لعنتی تو مرا کشتم، میخوایی مگر آخرین رو نو تعمیر کرده ای. اما تو سنگیده ندیدی، تنها داشتی و لرزیده سر دادی. تو این را درست نداشتی و تو توصیه میدیم که داشتم بین، شاید در نتیجه این کار در تمام کشور همچون چای فروش موفق منخور شمی. این رو نپردا، التماس نپردا، این بهترین دستگاه است. این رو گیرو برده از نو تعمیر کن. خوب شد از من هم با تو نپرتو میگویم، پرتو نمیگویم که اون کسی که نپرتو گفت من هم یده این چیزی منفیت مخش است. ولی این خیلی گر بود است که آها بله این خیلی باشد، من چیکار کنم؟ شاید از شما آوانس یعنی پیش پرداخت خواهش کنم. گوش کن، این اسباب را گیرو گم شو، ببر و تعمیر کن، حداقل مثل حالت پیشینش کن، وگرنه به تو لگچوی میدیم. اگر خویی لگچوی را پیش پرداخت میکنم. خلاص وای، من مادامی که برای کارم مزد نمیدهی، وای برای چی تو کس را به وحشت میاری؟ ای بچه تو با من چیگونه معامله میکنی؟ اصلا چرا چنین حادثه ها روی میدهند؟ خدایا ای بچه با من نگاه کن، با این رئیس بقهات بگو واهمه کنده گب نزنه در این محله. پیش از آمدن او در این محله بقه های زیاد بودند و نشاخ های هم اشان شکسته مایده مایده شد. آدم برای کارش را کردنی مشد کنند، وگرنه ما شاخی و ارازی میشکنیم، خبردار باشین. ای رو گمشه، تو چی با من اینقدر واهمه میکنی؟ از ترس آوزد میلرزد و باز واهمه در آسمان. ای من تو را ای تو حالا هم در همین جای ابلا آلمانتا در همین جای باز به کجا میرفتم؟ من از آدمان مثل این محله هم، اگر خواهی که در این محله صاحب کاری هم دوام دهی، پس باید دانه که با کی چگونه معامله کنی. من مسنیم. برای من مهمش هنر و مهارت است. اکنون آن دستگاهی رو که وایرم کردی برده تعمیر کرده بیار. اگر نتوانی می آیی و میگویی که برادرم ببخش، من یک نوع عهده برای کثافت اما رو ببخش میگویی و میروی. من تو را به خدا میسپارم، به خدا. خدا تو را کمی پیش زد و آن آغاز بود و باز دوام دارد. گم شو. ای خیلی تمام، میروم میروم، حال میکنیم، حال میکنیم. میدونید شفقت دیشب به من سخنی گفت که سوخته رو فراموش کردم، در یادم هیچ چیز نموند. اسین تو شام دیروز قریب مرده بودی دوگانه، یعنی شفقت چی گفته باشد که تو همه رو فراموش کرده ای؟ گویا تو در برای خروکی رمانتیکی گب میزنی. وقتی که به یادم میاید وجودم رو لرزه میگیرد. بله بسیار شامی دهشتناک بود، ولی به فکرم شامی رمانتیکی بود. یک بار تصور کنید شفقت از سوختار مثل قهرمان ها اسین رو نجات داد. درست، اما اگر او نمی آمد چی می شد؟ حتی فکر کردن نمی خواهم. خیر گبزن، شفقت به تو چی گفت؟ گفت که تو به هیچ جا نمی روی، من و تو حالا بسیار حادثه ها رو اثر می گذارانیم. شفقت هم دلی نازک دارد، ببین او هم سخت ترسیده است. بله، اما وقتی این گپ را گفت من به خودم گفتم که پس از آنی که ما به همدیگر عهدی محبت بستیم، هیچ گاه با همدیگر یک جایت در علاهیدگی وقت نگذارانیدیم. تنها جنگجال و حادثه ها و مشکلی ها رو اثر گذراندیم. چه خیلی آنه، تو و شفقت یگون مراتبه دست به دست کرده یک دیگر رو به آغوش نگرفته ای؟ این کارها رو کردیم البته، ولی یک بار و دو بار در اصل دوی ما جنگجال و خرخشه کردیم. یعنی با درونی آتش در اومد و تو رو از آتش بر آورد. بار پایم شکست گفته هیله کرده بودی، تو رو به بیمارخانه برده بود. یعنی به سر یکیتون مشکلی آید دیگرتون بیقرار می شوید دوگانه. بله، اما من می خواهم که در علاهیدگی با هم دیگر وقت گذرانیم، دور از همه عشق ورزیم، لحظه های رومانتیکی داشته باشیم. یعنی خواهش من زیاد است؟ مگر من به این حق ندارم؟ البته حق داری، تو به این سزاواری، به شبه حق داری. بله، من هیچ چیز رو نمیدونم. اولین شرط خانه‌داری باید اجرا شود. بله، انعنه اول حمام عروس شرط است. حمام عروس؟ ها؟ من در باره دلیابی گپ میزنم. دلیابی؟ یک بار فکر کن. میزاجان من کمان کو،
شاید سبب در نام چایخانه باشد. چایخانه آسرا نوشتم آخر. احتمال یکان نام فلسفی مانم. من ویکینگم، برای امین فکر بسرم اومد. چایخانه ویکینگ ها چی خیر؟ میشود عزیزم، میشود. چی نامه که مانیه؟ میشود، میشود. اخسان؟ اخسان؟ حالا به جای لازمه میروی و میگوی که این نوشتجات را عوض کنه. زود باش پر. برای چی؟ پر. شوکت، خدا نگهبانت باید باز سختار سرزده است. ما اهل محله حساب کردن نتوانستیم. چند بار شد؟ خفریک شده ها؟ هیچ خانه را سوزانده نمیتواند. به خدا یک روز خانه را بسوزانه جانم آن خلاص میشه. سوزان که باز چرا سوزانه؟ نه آن سختار حساب نمیشود. حاضر نو شروع شد، درجه به درجه میرود. سختار از شم سرزده است. و شم را چرا درگیر است؟ شم رمز رمانتیک است. زنها رمانتیک را دوست میدارد. نیکو با سر کردی. شم رمانتیک، رمانتیک شم. و شم به رمانتیک چی دخل دارد؟ شم باشد که عشق باشد چی درکو؟ توبه برادر، یک چای بیار دهانم کاخ شد. چای بیار التیموس. رمانتیکا، گویا که ماما و بابای ما هم رمانتیکا داشتن. یعنی رمانتیک دیگر است و رمانتیزم دیگر است. شفقت اصلا جوان رمانتیک است، اما رمانتیزم رو نمیداند. خیر، این خیل باشد با او یاده، با او راه نشانده. کم کم او رو بشور بیار، ببین که از درونش چی میبراید. مثلا چی ها با تو پسند است، در این بوره گبزن، اما پرده پوش کرده گبزن. بهوده وقت صرف نمیکنم، رفته روی راست میگویم. روی راست؟ روی راست. مرا دلیابی کن میگویم. این خوب نیست، گویا که خوراک سپارش میداده باشی. چی شده است؟ خودش هر لحظه میگوید که من روی راست گپ میزنم. من هم میروم روی راست میگویم که مرا دلیابی کن. همین هم رمانتیکه شد؟ نه. بله بله، اصولی شفقت، خواهش ایسین، سبک نو، رمانتیکه روی راست. نه، من زودتر مسئله نکاح را میبینم. این خیلی نمیشود. رحمت برادر، هیچ نباشد او در پیش چشمان هم ایستد. حدی اقل من نمیگذارم که او به خودش زیان رساند. عاقلانه. بهترش وقت رو بهوده صرف نمیکنم. خودی حاضر میروم و میگویم. من باید رفته با او مصلحت کنم و زودتر از پس این کار شوم. همین خیلی میکنم. با شما براری کار. اسین، من به تو یک گپی خیلی مهم دارم. من هم میخواستم که به تو یک گپی مهم رو بگویم. خب این خیلی باشه، شما بمبس میکنی. در کنه، اول تو بگو، من جنتلمنم. خب این خیلی باشه، تشکر زیاد. پس من گپ رو رزینکه نکرده درام میگویم. من به تو پیشنهاد ازدواج کردن نتوانستم، دایما یک مشکلی پیش اومد. تمام، میدونم، دوامش. گپی من حاجت به یکون خیلی انانه و پرانه نیست، احوالمون معلوم. بیا من و تو از نکاح میگذاریم. گپت همین؟ بله همین. اکنون نوبت تو. میخواهم دلیابی کنی. لبای اول دیویژنی بعد نیکو. چه خیل دیویژنی؟ ما مکتب کنیم. بگذار انانه ریایه شود. بیاین هم انانه ریایه می شود. من تو رو از تویت گریزوندم، اکنون برده نیکاه میکنم، توی کرده میگیریم، انانه ریایه می شود. تو باشی دیویژنی میگویی، دلیابی میگویی، گویا این انانه ترکی باشد. گویا که فوتبال ترکی است، جانت رو میدی کو؟ فوتبال ورزش ترکی نباشد هم، اما بشکتش دسته ترکی است. من تنها عاشق بشکتشم. پیش از بازی ها به تماشای تمرین میروی، فال های نک میکنی، طرفداری میکنی، این همه دستگیری دلیابی است. اگر تو پیش از توی در این باره گپ زنی، پس وای بر حال ما. گوش کن، اگر با فوتبال من کاردار شدنی باشی، پیش از همه باید زنی من شوی. یا دلیابی یا هیچ. خدایا توبه. عزیر، میگویم که خط اینترنت رو از همین جا گذرانیم. اینها نشسته یا سریال تماشا میکنن یا فوتبال. بیا با دکون رفته علاقه دو صحبت میکنیم. خدایا توبه. با کجا؟ کیف کرده تماشا میکردیم. در وقت پنالتی گویا که سوید مون. همینم کار شد. ولی ما همه کار را رسوا کردیم. میچو جون یک لحظه بیرون. مایلی وو یک شما با جنجال شن شما رو کی خوش میکنه؟ بله بول. عذر میپرسم. اکنون میتوانیم صحبت کنیم. یا دلیابی یا هیچ. ببینه جناب، انا این خیل نمودی کرده هست. حاضر یک دقیقه. خانم ملکه، یک چیز پرسم ممکن؟ یک ثانیه. انا باز این نمودی فوتبال که هست، در درون باشد رنگی سرخش هست و شما بسیار میزیبند، صفتش هم بلند. اصلا شما مالهای به صفت نمی فروشه. تشکر زیاد، کاش تمامی میزاجان مثل شما باشند. این خیل باشد با درون دروید. حاضر من در اومده سرخش رو نشان میدهم. ملکه جان، انا در اینجا نگاه کنید. من حاضر به شما میدهم، این به نهایت صفتش بلند است. اصلا با گفتن احتیاجی نیست. همین خیر. خیر دیرتر می آیم. این خیل باشد می پیچونه. خوب پیچونه، پیچونه. کاری شما زیاد است. خیر. بله.
ایسی جان چی خیلی دلیو بی اخی نمی آدمو که عاشق شدن اویل دار شدن چی کار میکنن میدوی میسیس میلوان موهی اصلی پرتوگالیا خیتوی گرمانیا انگلیا بیا ما هم رویم دام میگیریم ایست راحت میکنیم او دیخ میکنیم اگر خواهی به تاجیکستان میرویم کوه چشمه آبای زیبا خوجان ششلیک پامیر کوههای بلند برف ترما گرم چشمه فیض آباد سیو انگور لوک همه چی را میزنیم تگ نده دام میگیریم اخی در این محله چیکار میکنیم اینا بین همین مردم در این محله چیکار میکنن هیچی مسخره بازی کرده میگن بس است در 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 بیا ایسکا میزنی با من اویلا دور میشوی همین سه کلمه رو گفتت با من پیشنهاد ازدواج کردن نتوانیستی ولی به فایده خودت باشد ساعت ها گم میزنی ایسین بیا آدم برای زن و شوهر شده اویلا دور شده به تاجیکستان رفته دهم بگیریم او در همین جا انا دیدی اینجا جای مسخره بازون است در این محله یگان مردکی نرمالی نیست یک کیلو سبشکت رفته شنه خوردن گیرم تمام شفقت چیزهایی که من میدونم به من نگو من به تو مشخص گفتم یا دل مییابی یا هیچ اما تو به جای دلیوبی به سوی هیچ میدوی کاری تو عیب است شوکت ما را بهانه نکن شما در اینجا چیکار میکنید چیکار میکنید ما نیتی بد نداریم شوکت سمیچ که میخوای خلل نمیرسانید ای برابر گپ نزنید یک کس رو انتخاب کنید که گپ زند تمام به من مراجعه کنید میشود شوکت خوب انی کسی صد دیگه رو هم روید روید هم شوید روید نگویم ای گم شویده نماینده توی بله مبارک شود شوکت تخمای نو آورده ای این چی احوال است؟ این چی احوال است؟ ما، انا این روکی، گیری را، تازه کن، لیز، یکون گرام نمونه، فهمیدی؟ نماینده از تو حضور میپرسم با تو چی شد دوستم؟ این چی احوال است؟ هیچ چیز، یلماز جان هیچ چیز نه چی گپی هست، تو دردت رو نگویی درمان نمیابی، بین دکتر در پیشت است بله دکتر، من یک درد دارم، یک زن پسندم است اول او وقتی ما رو میدید چشمانش میدرخشیدند اما امروز دیدو برویم اتو نگاه نکرد حضور داشتم میگویم کاش 20 سال جوانتر میبودم درد شیرین بوده است از این آسانتر چیزی نیست میدونی یک داروی نو است انسان رو 20 سال جوان میکند نیه؟ بله حالا من اون رو مینویسم تو رو سراپا جوان میکردونم در رویت یگان آجان نمیماند آنه این ویتامین ها همه طرف ها فایده دارد خودت را نیرومند و جوان حس میکنی این از چهرت عیان میشود راست میگویی دکتر؟ بله اما این داروها را در وقتش باید بخوری پس از یک ماه تو را کسی نمیشناسد دکتر اگر همین گفته هایت عملی شوند هر چی که خواهی اجرا میکنم تو خواتر نشو همش اصل برین میشود خانه اتان تو قدم است من در حسرت رویت هستم تماما نمی آیی حالا احوالم را نمی پرسی چند روز باز در فیسبوک از پیشک های خانگی تا پنده ها انتشار میکردم اما تو یک بار هم لایک نگذاشتی قربانت شوم این از سبب قشقار مراد بله درست یفتی تو 50 تا سلفی هایت رو پرتفته ای من صورت اون پنده ها رو دیدم گربه ها رو دیدم اما اگر یک صورت قشقار مراد رو میموندی من 50 تا لایک میگذاشتم قشقار مراد رو بینم در کفتوچکه هم نمیخونجم این قشقار مراد بدر نعلتی بیتو تو رو که توفته پایل سکی خوش آمد زن با یکان لایک نمیارزد همه کمبودی دارن اسمویل من هم فرشته آسمان نیستم قشقار مراد هم اما اگر من عاشق شوم با کمبودی هایش عاشق میشم من رنجم هم دوست میدارم اما افتو به شرع آن قشقار مراد ساخته است با او چکل سلفی کردن ممکن آن قشقار مراد در ماتماتیکا حتی یکان رقم نیست او صفر است صفری بزرگ دل خو رقم رو با صفر تقسیم کن نتیجه صفر است هیچ است معنی ندارد آن قشقار مراد احوال با صفر تقسیم شده من است برای همین او را یک طرف مونو بیا یک دیگر را به آغوش گیریم و آشتی شویم اوف ماتماتیکا رو دوست نمیدارم اما میفهمم صفر هم یک رقم است رقمی دوست داشته من است قشقار مراد هم مثل صفر است اما تو برابر صفر هم برایم قدری نداری تو برابر یک پوچوق سمیچکه هم قدر نداری برای پرتوگاه قلب غمگینم مرا به قشقار مراد تقسیم کرده حیاتم رو به معنی نکن تردگل به خدا که تو رو به قشقار مراد ضرب میزنم برایم صفر میشوی چون که هر رقمی که به صفر ضرب زده میشود صفر شده میماند بس است من تو و عشق تو را مثل ماتماتیکایی که بعدی ختم مکتب فراموش می شود از اینجا یک به یک اودلید میکنم تو مندوخچه کلاکجلا عشق را در کتفت برداشتن نمی توانی میدونی تو یک ابله خوردگک ویروس ابله
این خردکه که این ویروس تو چی کار کردی؟ میبینم که ترده گل از تو چون ویروس میگریزد. مسئله ماتماتیکی استاد، ترده گل برایم مثل مسئله ماتماتیکی شد. من حرکت میکنم که این مسئله رو حل کنم، ولی او پایش رو در قرتقم میماند. من کمی سعی رو گشت کرده میایم، کمی کار دارم. اگر کسی مرا پرسد بگو که به جنازه رفت، امروز تماما نمیآید، شاید 10-15 روز نیاید. بگو فهمو. خوب بیاید؟ جواد امیجان؟ نه او رفت، نمیآید. اوستای خدا زده این را باید تعمیر میکرد. پولا گرفت و تعمیر نکرد. این اسباب باری زیادی شد. وای بیچاره وا، این چه مشکلی دارد؟ شاید خودم تعمیر کنم. ها ای کارتا استاد دبته، اینمی آدم در زنگ زنه و از پسی کار شوه. این چگونه کارت است؟ خانده نمیتانی به سواد. خانده میتوانم، شاید حاضر فراموش کرده باشم. سردار تقصیص هر گونه مراسم جنازه، قبر را چخور کندن، سنگ مرمر هم گذاشتن به درجه عالی میباشد و شما استاد من جمعه را کشتن میخواهد؟ مگر چونی نیت دارید؟ میگو یکان مشکلی داره، خواهی تو دم یک کارت میتونم. نه من نمیگیرم و به کار شما خلل نمیرسانم. من به این هم آدمی هستم که اگر بمیرم کسی برایم گیری هم نمیکند. من بیچاره. استاد دا بگو که از پسی گروه چو شبه ساعت دو دمیان بگو که تمامی خش توارش قطی خیرخش کنه. فهمیدم. من یک چیز را پرسیدن میخواستم. نامی مبارکتون رو میگوید؟ اگر استادم پرسند این کارت را کی داد، من چی جواب میگویم؟ من آبلاقل، آبلاقل خیرس. با شما زبنده است. این چی گپ بوده؟ تمام گوش کن، بیا منو تو این خیل میکنیم، با تئاتر میرویم، با کینو میرویم، اپرا بالید میرویم، با باغ میرویم، منگل میمونیم، ششلیگ میکنیم، پیکنیک اعلان میکنیم، سایه سلخین. لیکن این کارها رو به وایما میکنیم. چه خیر واهیمه؟ من حالا واهیمه میکنم، خواهش های آسمانی کردم. نه نه، تو خواهش های آسمانی نمیکنی، فقط من به تو یک نمونه پیشنهاد کردم، فرزن گفتم. اصلا تو خودت واهیمه میکنی. دلیابی سخن های خوبی دو جوان است، دو جوانی که به هم عاشقند. این لحظه های رمانتیکی اونهاست، تصور کن چقدر زیبا میشود. بخیر. صبح بخیر یسین. تو رو بسیار دوست میدارم. من هم تو رو بسیار دوست میدارم شفقت. تو رو سخت یاد کردم جانم. من هم تو رو بسیار پزمان شدم عزیزم. من تنها خواستم که یک آوازت رو شنوم. خیر تو بازدید. خوب تو بازدید. تلفن رو خاموش کن. نه تو خاموش کن. نمیشود. التماس تو خاموش کن. نه جانم، من خاموش کردن نمیتوانم، تو خاموش کن. مرا نرهن جان، این کاری عادی است. همین انگشتت رو در بالای اکران میمونی، تمام. نه انگشتم رو شکنم از این بهتر، تو خاموش کن. ای دختر همین خواهد خسته میروم، تلفن رو گیرستم میده میده میکنم، دیگر به همین گم نمیزنیم، تو مرا فهمیدی؟ ای خوب تمام، یک بار صحبتت رو به خوبی انجام ده. ای تو هم بسیار لقی دیده، توبه کردم خدا. خوکی وحشی اسین، بیا التماس زودتر اویله دار شویم. با فکرم این مسئله نکاح ما در میز نکاح نیو، در شعبه پلیس به انجام میرسد. برای همین چی در کار؟ تو چرا اینقدر یکروی میکنی؟ من نمیفهمم. اول تو به من بگو درباره دلیابی چی رو میدونی؟ خلاص دلیابی یعنی جرایان نکاح است که در نتیجه آن تخم به دنیا میآید. ایو اوها، من و تو مرغ و خوره سیم شفقت، انسان هستیم. دلیابی این مرحله شناسایی دو جوان است. پیش از اویله دار شدن همدیگرشان رو میشناسند. من و تو حتی علاقه این کارو سر کردیم. تو میخواهی که در همه کار خواهشی تو اجرا شود. یعنی درست من و تو به همدیگر امانت هستیم، اما من تو رو خوب نمیشناسم که همسرت شوم. خدایا توبه، بعد چند عصر تو دیگر مرا میشناخته باشی ها؟ من از کودکی در همین محله کلان شدم. رو از لوبه کسپرس میگوید شبخط کیست؟ اگر نرفته از پدرت پرسو با تو میگوید. بله من از پدرم میپرسم. پدرم رو به اینجا دعوت میکنیم و میپرسیم دلیابی چیست، چرا میکنند. اه میخواهی؟ نه. بله مرحمت. تشکر. خوش آمدید. باز بیاید، بیاید، باز انتظارم.
بهار خیرت که اومدی دخترم. 5 دقیقه دکان رو نگاه کن. تینجی هست؟ شما با کجا؟ من به نزد جنوبی جودت میروم، ولی زود میایم چون که این سحر به نزدم اومد، ولی من خریدار داشتم، همراهش صحبت کرده نتوانستم. به فکرم که از من رنجید، برای همین رفته دلش رو یابم و شاید با هم قهوه می نوشم. خوب دخترم فهمو؟ مادر لعنت سنا کنی. این چه خیلی گپ زدن دخترم. فهمو فهمیدم. خدا توبه کردم. چطور سنا چی؟ این دارو تاثیری بد ندارن دخترم؟ تو تماما خاطر نشو. یک ما اینها رو استفاده بر، بعد دوامش رو میبینیم. اگر یکون فایده ای نکند، داروها رو قطع میکنیم. مهم این که تو در این مدت خودت رو خوب حس کنی. گوش کن دکتر جان، از تو خیلی خواهش میکنم، از این وضعیت کسی خبردار نشود. من به دخترم ایسین هم گفته نمیخواهم. البته تو خواتر نشو، از دهانی من یکون کلمه نمی براید. اگر آوازه پن شود که جودت برای جوان نمودن چی کارهای می کند، پس سختم دختر. تو نگران نباش. شم خرمایی، این اوزایر تلپنگ در کجا باشد؟ نمی نماید بناز یکون آیم چنش رفته معیشت می کرده باشد؟ استا، استای شیرین و عزیز من، امیدوارم که تینی است. خداوند جای تو را جنت گرداند استا، قبرت پر از نور شود. تنشنگار زیاد سلامت باشی. خدا انسان آزی باشند. من از تو سر نشدم، ولی تو از این دنیا رحلت نکنی. این فلک لعنتی باز پستیش را کرد، به هفت قبط زمین در آید. آمین. خداوند همه ما را رحمت و مغفرت کند. تو بفکرم در برای من چیزی گفتن میخوایی؟ بله، این وضعیت پر را به تو دخل دارد استا. همان باچکه آبلاقل خیرس را باید تعمیر میکرده اید. او آن را کندک گرفته به نزد دکان ماند. نه انقترش با قهر آن را به بالای میز گذاشت و میز هم شکست و باز به من انا این کارت را داد و گفت این را به استادت ده، ساعت دو می آیند تیار شود. کارتش را با من ده؟ به من چی می افتاد باشم؟ این هر گونه کارهای مراسم جنازه، قبر، سنگ، مرمرگذار و غیره را اجرا میکنیم. این شوخی است؟ خیر جم استا، خدا تو را زد، جزاعت را میگیری. گفتنش عیب است، ساعت دو آمده شما را میکشته است استا. ساعت دوی نیست فرنزی باشند؟ آه، بیاید باز کنید، بسیار سفزتا نگوید. من کاری را اجرا نکردم، وقتی که اجرا کنم، کارش را کنم، به من زیان نمیرساند. خواتر نشوید، شاید پریکار کرده باشند. گوش کنید استا، قاتل با من چیزی که گفت من با شما یک به یک رساندم و باز گفت که استادت با همسر و خیش و نزدیکانش خیر و خوش کند. انا همین را مخصوص تاکید کرد. استاد جمعه، من از شما راضی می شوم، لیکن همان اولاقل خیرس اگر می کشم گفته باشد، انیق می کشد. در حقیقت؟ تمام عمر او در زندان گذشته است. در زندان گفتی؟ تنها سه جنایتی او معلوم بوده است. سه جنایت می گوید او؟ اوهو، ده ها جنایتش نو معلوم بوده است. از حاضر می گویم که خدا شما را رحمت کند. نه، تو تماما غم نخور، ما در همین جا استاده شاهدی می دهیم. البته آن ابلاقلی خیرس اگر تو را کشد حتما زندانی می شود. می گوید که اگر کشد زندانی می شود. بعدی مردن من او را کشند چی و به جنگل بدرگه کنند چی؟ برای من چی اهمیت دارد؟ وای 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 وای، اما هیچ کدام تو مرا طرفگیری نکردید. من گفتید که ما در پهلوی توییم، نمی گذارم که او به تو دست رساند. هیچ کدام تو من گفتید. من نمی گویم چون که به من بارها حیله کردی. هر خیره که انتظار شدنی باشم، باید از آدمان دیرینه اینجا انتظار شوم. این نروژی به محله نیامده است، از خوبی های من خبر ندارد. تنها سفسطه و لافوگزا میگوید. شما هیچ خماتر نشوید، من از ابلو خود ذره ترس و خلاص ندارم، ولی شما مرا تماما طرفگیری نکردید. من گفتید که ما در برای توییم، تو را حمایت میکنیم. می به من سخت رسی. هی شما میبینید خطر میخونم. اگر اون ابلوخونی خیز به اینجا میاید و من او را با جهنم روانه نکنم، نام من جومن نیست. همه تا میبینید انا آنگا هی 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 میگوید، یا اینکه هاو 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 مثل سگانی دایدو اکاس میدارد. این را وقت نشان میدید. شما میبینید، این را میبینید، همه تا میبینید. خاطر نشوید. گوزالید همه تان، گوزالید، گوش کنید، همه تان میبینید. وقتی که آن ابلاغخونی خیز به اینجا بیاید، میبینید در میجه چشم همه تان او را در همینجا تچق میکنم. تماما خواهد نشوید. انا در پیشانیم مینویسم.
اگر ما از آب جوشان میترسیدیم به حمام نمیدر آمدیم. من اگر میترسیدم این خیلی باوری بر سخن نمیرانم. اگر او آبلاخونی خیز باشد پس من جمعه پنده هستم. تو اینجا چیکار میکنی ها؟ یک گب نیست استاد جمعه می رسیم که کنم کانالم یوتیوب دا میپرتم که کراس خالی بود کانال. تو چیکار کردی ها ابلا؟ همین سخنرانی مرا به اینترنت برداد. آه بی عقل تو چیکار کردی ها؟ اکنون آن آبلاخونی خیز این را شنود و بادا از من نرنجند میگویم که شاید ما بین خود پول جمع کرده به او یک باشکه اینم خریم ها؟ بیهوده خون ریختن چی لازم آخر؟ همه کسا میخریم. راستی گب من یکم تین نمیتونم. میخریم. سلام، من خواستم گویم که خدا نگهبانت باشد و فکرم تو چون این خصلت داری که زود زود خونه رو آتش میزنی. برای تحفه آوردم، در کار میشود. این خصلت نیست، این حادثه ناخوش است. من میتوانستم که بمیرم. این شوخیت پسند نآمد، این را گیر. نه تو خطا فهمیدی، باور کن نیتی من تو رو مسخره کرده نبود. البته من هم در گذشته چون این خطاها کردم، ولی من خونه رو آتش نزدم. با گلوگو با یک طرف خونه رفته بودیم، در یادوری شوکت با سر میز یک خوراک آوردن، اون آتش داشت، من همه رو سوزانده بودم. بعدی زبرخرانی با اون طرف خونه رفته بودیم. خیر، من گفر زیاد نمیکنم. طوری که گفتم خواستم تو رو یک خبر گیرم. خیر، تو بزدید سیور، لطفا این رو گیر، فراموش کردی با من در کرنی. خوب وای وای چی ها شنیدم. به فکرم تو تنها مرا دلیابی نمی کنی. میدونی این سیور اون حادثه رو طوره که می خواهد در خاطر نگاه داشته است. او گفت که زورق لونی، من یک روز با زورق به شکار ماهی برآمده بودم. دیدم که این همه آید در دستش شست، آمده سوار شد. یک مدت گذشت و گفت که قوه کرده گیه. مجبور شدیم که زورق رو به یک کناری دیگر بریم. در اونجا یک طلب خانه ماهی پزی بود. او به حاجت خانه رفت، من باشم با صاحب رستوران کمی صحبت کردم. همون وقت موسمی فریل بود، من یک سبد فریل داشته بودم. فهمیدی بی نهایت زیاد. صاحب طلب خانه به من گفت که برادر همین ماهی هایت رو به من میفروشی. من گفتم که نمیفروشم، لیکن اگر پزی همه من همراه میخوریم. خلاص همه کسا شیط ماهی ها رو زدیم. بعد در همه جا صاحب طلب خانه ماهی ها رو در بالای علا پخته آورد، باز با اسلوب دیگر. این باشد ماهی رو میگیرم گفته تمام دسترخوان رو آتش زد. همین؟ بله. به خدا تمام جزئیاتش در یادت است، هیچ فراموش نکرده ای؟ لیکن اون فریل تماما مزه دیگر داشت. اگر تو هم میخوردی تا حال مزهش از دهانت نمیرفت، همین قدر به مزه بود. پس من و تو هم بیا به شکار ماهی میرویم. انتظارم که روزهای نزدیک تو مرا چه خیلی دلیابی میکنی. گردو نگاه کن. یک بارم نگاه نکرد. اینقدر بیرحم است. تلفنت را بردار، عروس برای ناز کردی. آه نیکو. بله با سیر ماشین برادر. با ماشین من نیکو؟ دیگر کی ماشین دارد؟ خدایا توبه کردم. بله ساعتی چنده که گویی؟ بله برادر من از دکانم بیا یک جای میرمیم. توبه کردم. هی ها برادر هر گویی که خودت خواهی. ای شد برادر با ماشین سیر و گشت ببینیم. آخر من درد دلم را دیگر به کی گویم؟ آه میلش بعد صحبت بگیریم. خیر. بهار. لبای مادر. بشین دخترم، من میخواهم یک چیز رو به تو بگویم. چی شد؟ بهار، به فکرم جناب جودت بیماری جدی دارند، اما به کسی گفته نمیتواند، حتی به دخترش هم گفته نمیتواند. شما چرا اینقدر غم میخورید؟ یعنی شاید احوالش اونقدر وزنی نباشد. اول باید اصلی واقعه رو فهمید. هرگز دخترم، التماس، این رو باید به کسی نگویم، به کسی نگویم، این سر است. خیر پس چیکار میکنید؟ از این پس دائم درباره جناب جودت میشوم، با اون نیرو میدهم، دلبرداری میکنم، کار میکنم که او نمیره. من هرگز نمیگذارم که او از این بیماریش اذیت کشیده بمیره. شما با این احوال تنها در نزد جودت باید گیره کنید. کمی خودتون را به دست گیرید آخر. میلش تو با مادر چرا اینقدر داد زده گپ میزنی؟ فکر کرده گپ زن. اوه راحت
شرکت کرسی خیلی راحت بخش بوده است. شاید بعد یک هفته رئیس این شرکت من می شوم. اقلا کاش آفیس رو ایواز نمی کردی بارا. پدرت هولدینگ رو به تو امانت کرده باز پشیمون نشود. اون قدر هم امانت نکرد. با من تنها گفت که در سری هولدینگ باش، هیچ گم نشو. و من طبیعی است که به جای اون نشستم. حالا برای من عجیب است. کی به من کاردار می شود؟ خوش آمدی جیانم. مبارک شود. تشکر زیاد می ندارم. خیر، آفیسی من چی خیل؟ این رو بینید، پسر با کرسی پدر نشسته است. اینن همین خیل زیبا یکم. خودم رو عادت میکنونم. تو هم بشین عادت کن. من اکنون قرار دادم که به انا همین خیل چیزهای خوب عادت کنم. تو هم عادت کنی خوب میشود جانم. بزودی این شرکت از آن من میشود. گردی نامی پدر چی میگردی بورا؟ تو مثل کودکان هستی، هیچ کلون نمیشوی. تو همین خیل گمان کن. بزودی رئیس این هولدینگ من میشوم. خیر چیکار میکنیم؟ شما چی مینوشیده؟ های جنابی جودت جان، عذری زیاد. من صبح با شما مشغول شده نتوانستم، چون که معلوم من مزاج داشتم. اما با شما شیرینی پخته آوردم تا گناهم رو شویم. عجب بوی خوشی دارد. من رفته دو چای میارم. جنابی جودت جان، شما امروز خیلی جوانید، خیلی نیرومندید. سرش در چی باشد؟ گویا که از نو تولد شده باشد. روز به روز می درخشید. نه خود که جوان می نمویم. بله خدا جانی، این داروها تأثیر خود را رساندن به فکرم. نیکا، این اسین مرا در حالتی بد گذاشت. میگوید که مرا دلیابی کن. نه خود، یکم بار همین فکر به سری تو آمده بود؟ دلیابی؟ البته دوست خرینم. نه دلیابی نه، چون این خواهشی روی راست. نه این دلیابی یعنی یک حادثه است که به طور طبیعی بین عاشقان می شود. مگر به طور مجبوری دلیابی کردن ممکن است؟ شوکت، اگر هر سوخته یاگورت بخورد پس هر دروازه‌بان گل می خورد. یعنی که احوال وزمین است بگو؟ در نظر من همچنین است. دلیابی کاری خوب است، یعنی به همدیگر لطف و مهربانی کردن، یعنی زود به قرار نو. نه البته من هم به این خواهش دارم. کی نمی خواهد؟ اصلا انسان در این حیات چند بار عاشق می شود؟ باید کس دوری خود رو بیراند. اما می دانی اسین گویا که فرمان می داده باشد که مرا دلیابی کن. آخیر به زبانی خوش نگفت، گویا که من خدمتگاری او باشم. نه انا برای همین در دلم شبه پیدا شد. گفتم که این رو با خواهش خودش میکند یا مجبورم. آخر اینجا یک سبب دیگر هست. خودت میدونی که سیور پیدا شد. شاید که سین با او کنتر اتک میکند، یعنی در فرصت مناسب ضربه جوابی میزند. شوکت، من به تو میگویم هر دو حالت تاثیر گذار است، حتی از این هم بیشتر بوده میتواند. بس کن، این خیلی باشد من بمیرم. ای بچه، تو زنها را تماما نمیدانستی. آنها می توانند هر چی را زود فکر کرده فورا عملی کنند. شاید دلشان چنین خواسته باشد، شاید تو را به هدف گرفته باشند، شاید تو را امتحان می کنند. می تواند هر چی باشد. امتحان گفتی؟ امتحان جوان مرد توسط دلیابی؟ اینان همین خیل مثل فیلم های سینما شد. امتحان جوان مرد توسط دلیابی. بله، سنجشی بزرگ. توبه بگم، توبه بگو از دهانی کسافتت یک کلمه خوب برای. همیشه راست بگویم، دهانم کش شود هم. پس زهرت رو چکن و استراحت کن. خیر بارا، نقشه آینده چیست؟ با من تا حد امکان آدمانی دیوان افزا را پیدا کن. محله باید اون چیزی را که سزاوار است بیند. مین بعد باره را بینند که از پدرش نمی ترسد. تو خواتیر نشو جانم. تمام، من این کار را حل میکنم. بودرینگ همی تو دلی عروسات چی خیلی میومی؟ اوهو ای خیلی کارو را ایما پرسمه، خیلی کارو پرفسنل هم دخترا در شبکه اجتماعی دویم نظارت میکنی. اگر ایما در استوری کرد سرازه کلاس میمونی، فهمیدی؟ اگر در فیسبوک پرتوف سرازه لایک میمونی، اگر در اینستاگرام یکم صورت دیوانه ایست که پرتوف کو اونم دلچکه سرازه سرخ میکنی. همین خیلی دلی عروسای ازیر را نمیخیلی میومی دیگه اگر راه نیست. وای بر پدرش لعنت.
خدا جان این نسل نو تا به کجا رفتن است این قدر بی سواد و بی عقل من نمیفهمم یعنی تو عروس هایت رو تنها در سامان های اجتماعی میبینی ها این خیلی روبرو نمیبینی خب کی وقت اینترنت بده رو میبینم چه دیگه چی در کوره هر قدمش خبردار میشم نفهمیدم بو خورده خطش چی میکنم شخمت بازی میکنم من نفهمیدم تو توسط سامانه های اجتماعی با عروس هایت مناسبت میکنی یا توسط عروس ها با سامانه اجتماعی ای گپای سوسته میگیده استاد دل بیا قند بخو گفتگیام ای گوساله بعد شما در آینده چی کار میکنید گبزن؟ ها؟ چی خیلی کودک دار میشوید؟ یکام علاقه نزدیک نمیشود بر به بر چشم به چشم با هم دیگر پدروشکه کرده نمیگردید ای استاد عجایب گم زنده کل را کار فرموندن در کار اشکی های اوزیر هم میخیلن ایت باشه ای خفای عروس میدوی میدوی عدل شنه میوید دم تگیر جوان مرد باید همیشه با عفت باشه ایک شیره نفهمیدم همین شبکه های اجتماعی چی بدی دارن؟ عقلم نمیگیرد عقلت نمیگیرد عقلی موجزناکت به همین نمیگیرد بچن؟ تلفنت رو برو برو گفتم با اینترنت دارو و بین که مرد و زن چخیل آیله سالیم برپا میکنن این به تو وظیفه خانگی خانم ملیکه این دکانتون خالی ماند میزاجان نمی آیند اهمیت نده بعضا همین خیل می شود مغازه خالی نیست بهار در آنجاست فهمم جنابی جوده جان با شما چی شد؟ سلامتیتون خوب است؟ من خوبم کمی گرم شدم تریزه را کشایم کشاید کشاید با شما فایده دارد اکسیگن با سلامتی فایده دارد با هر درد دوا است میدانید من در کجای خونده بودم یگان بیماری نیست که بی اکسیگن تبابت یابد شما حقید اکسیگن حیات است بله بله شما گذشته شینید آبتان رو نوشید بله اوه دانشجو چه خیلی شوکت ما شنیدیم که اسین تو را امتحان میکرده است اکم مردم بگوه بعد این گفت بایدم خیلی میخندیدم مایمون با تو باشد آفرین نیکا نمیدونم گوشتی بوز خورده یا بوز هستی شوکت جان در حال نیکاه کردنی بودی که با تو را اسین به مرحله دلیابی وارد نمود یعنی تو هر شرطی او را از روی خطش اجرا میکنی مگر تو گفته های او را اجرا میکرده باشی او خط میزند دستی به دست گشتن خوب است سخنهای شیرین گفتن خوب است با اسب نیکاه را ویران کردن خیلی خوب اداره کردن غضب اینش برای شوکت وزنی حاضر همین را در بینیت میزنم سخته میکند بعد تو میبینی که غضب را اداره کردن چی خیل میشود شوکت تو یکون گلی صد بار خرد گل برکارش کن دوست میدارد دوست نمیدارد گفته نتیجهش را بعد میبینی محترم مردشوی اسب دهان التماس این منصوب به عشق پلاتونی و یا رویایی است فهمیدی؟ یعنی دلیابی اگر کاری وزنی باشد پس عشق پلاتونی از اون هم وزنی تر است تو شوکت رو کشتا گروندی این خیلی نکنی اولسین برادر دیگر به اینها چای نده جزایشون همین وای به نیکو هم نده هم او رو هم جزا ده اصلا هیچ کدام اینها پولی چای رو نمیدین از یان رو گردوندن فایده است ای بسته بچه سرم کفیده باشد خانم دکانتان رو خبر نمیگیرید نه چی لازم بله چای دارید؟ بله جانم هیچ چیز در کار نیست چای گرمی آوردم خدایا من چی کار کردنی بودم چی در کار بود؟ با فکرم من چیزی خریدنی بودم یا جنابی جودت جان جان من حس میکنم که شما میخواهید مرا از اینجا دور کنید اما میدونید من از همهش آگاهم من میدونم که شما چی بیماری دارید اما چرا این خیل کردید؟ چرا با من نگفتید؟ آخر ما میخواستیم تا آخر حیات با هم زندگی کنیم باید همراه زیدی این بیماری مبارزه بریم خانم چی ها میگوید؟ چه خیل بیماری؟ من یکان خیل بیمار نیستم اما وقتی شما با دکترتون گپ میزدید من شنیدم صحبتم را با دکتر شنیدید؟ دکتر؟ مادام دکتر با من توصیه کرد که حتما ویتامین خورم نه طوری که شما گمان میکنید یک پای من در گور نیست داروهای جوان شوی میخورم و میخواهم عمر دراز بینم و سلامت باشم اما جنابی جوده جان شما با این چیزو احتیاج ندارید شما خیلی جوانید میدونید شما مرا سخت ترساندید باور کنید قریب دلم کفیده بود
اما حاضر خورسندم چون که شما بیمار نبوده اید. انا اکنون میتوانم به مغازم روم. بفرمایید. تشکر به شما. اپه قیلگو روز چهارشنبه روز زنها حتما بیایید. خوب شده است. اکی زکریا کش. بله انا چای ها آمادند. مرحمت کنید. اولسن ما رو از چای خانه اش راند. ما گیاه چای میخوریم. بله بله ما گیاه چای میخوریم. ای چکار میکنی؟ نیکو اوزایر مثلا فکری اومد بیایید فال نیک میکنیم. ایتی شوکت رو انایی خیل توب دیاد. قاسم او درست میگوید باید هر سیمو فال نیک کنیم. حدیثه در اوج رود دلیابی در اوج شود. ایسین شوکت ما رو زیر کبلوک پچک کند. ایسین شوکت زنگ میزند. لبه شوکت در کجایی؟ در حفظ. تو همین خیل نمایشگاهت رو خالی پرتفته استراحت کرده گردی به نزدیکی مفلس میشوی. من سفدوگر نیستم کو. سنتکارم دایما در نمایشگاه بودنم شرط نیست. غیر از این برای ایجادیاتی نم من باید استراحت کنم. تو هم بیا شفکت. آه نه من باید به یک جا توخم برم. موشی نباشد اینجا ویرون شده است. بیزار شدم. گوش کن. بگاهی خودت را به اختیاری من گذار. خوب؟ با قبولم نام نویس میشوی. گفتی کو دیلیو بیکن. من علاقه سر کردم. خیر شام وا میخوریم جانم. میبوسمت. خوب تو بستید. خدای توبه. شفقت میخواهد که من و او شام وا خوریم. عنیق سورپریز تیار کرده است. چیگونه نقشه داشته باشیم؟ من فکرم یکو نقشه ندارد. مادامی که کار رو به شام موند پس حاضر فکر میکنم. تو رو به تماشای فوتبال نمیبرد ها؟ نه جارم نمیبرد. یعنی به فکرم نمیبرد. برایم بسیار عجیب است. مالهای ارزان و پس خیتایی رو میخرد زود ویران میشود و بعد آورده میگوید که تعمیر کن. خر میکنیم نمیبریم کو. به هر حال خریب برده بودم. اوف به حرمت خدا تو چیکار کردی استاد جوی من؟ خدایا کجای این ویران باشد؟ استاد جوی من تو چیکار میکنی؟ اول باید برق را خاموش کنی. برق را آخر اول باید برق را خاموش کنی. برق را آنین خیل خاموش میکنی و بعد میسنجی. اول کش بعد زن کش زن و با اینجا بمان. انا بند میسنج. باز خطا کردم. جمع جمع کجا دای؟ در استخانه او را بیارم. جده بشیه جمع. آبلاق خون خیرز خودت را بدست گیر. آبلاق خون خیرز میماید. ولی تو مردی آمار. تماما نترز استاد جوی ما. تماما نترز. از اینجا من مینم آیم. در اینجا پینهان شمم نمیبیند. سلام دوستان و تماشابینان سخونه یابدو جبار اجدی. برادران و دوستان عزیز اگر که به شما لطفای باورینک در کره مرحمت و واتساپ ما مراجعه کنید ما در خدمت شماییم. 24 ساعت واتساپ ما کار میکنه. مرحمت ما زنگ شما را انتظاریم و در خدمت شما هستیم.